قضیه آقای ماتمپور. آقای ماتمپور نویسنده حساس جوان، نوشته 72 افسانه و تیارت و رمان، یکی از یکی مهمتر و مفصلتر، اما فریاد از این مردم بیذوق خر، زیرا قدر آقای ماتمپور را نمی دانند، شاهکارهای بی نظیرش را نمی خرند و نمی خوانند. دود چراغ‌هایی که خورده همش هدر شده، هر الاغی قلم دست گرفته از او مشهورتر شده. آقای ماتمپور در تهران مانده به کلی گمنام، از این قصه داره جونش میشه تمام. باری نزدیک بود او خودکشی کنه با مرگ موش که یک رفیق روانشناس رسید میون جونش، گفت ای ژنی مجهول الهویه، از من شنو علاجت، باید اول مسهل خوری تا پاک شود مزاجت. مزاج چون پاک شود، فکر بشر روشن شود، شخصیت عقلانیش قادر به کار کردن شود، تأثیرات متمرکز گردد در خاطره، حس ششم توأم شود با حافظه. انرژی وهمیه که منفی بود مثبت شود، قدرت عصبی عهده‌دار روابط شود، غریزه مساعدت کند با هوش اکتسابی، سلول‌های نخاع خواهند پرداخت به کارهای حسابی. با این تجهیزات علمی در روحیه عامه بکن اتود، ببین در حیطه توجهشان چی مرغوب است چی مردود. مخصوصاً چند نفری را که پیش افتاده اند دقت کن چه اسلوب هایی به کار بردند، تو هم همانطور کن، بیشک همانطور میشی، وگرنه زور بی خود نزن که بور میشی. آقای ماتمپور این دستورات را که شنید، چون از روی بیولوژیا بود پسندید، شبانه رفت بر طبق آن عمل کرد، به زودی راه ترقی خودش را کشف کرد. فرداش یک مقاله به امضای عوضی فرستاد برای یک روزنامه مهم مرکزی. اول تعریف و تمجید از آقای مدیر کرد، بعد قدری پیزور لاپالون سردبیر کرد، سپس نوشت واقعا جای بسی افسوس است که بعضی از مطبوعات جدید اینقدر لوس است، جوانان بیگناه را گمراه می کند، تیشه بر ریشه عفت و اخلاق می زند. اما نباید هم شد به کلی تسلیم نومیدی، البته پایان شب سیاه می باشد سفیدی. در زوایای ادبیات معاصر بعضی آثار می شود باعث انبساط خاطر، مثلا ترشحات گوناگون آقای ماتمپور حق آن است که بیش از اینها باشد مشهور. اگر او در اروپا یا آمریکا بود احتراماتش خیلی بیش از اینجا بود. در قرن بیستم نویسنده مثل او انصافا کم است، مضامینش شیرین و اخلاقی، نثرش روان و محکم است. ما باید قهرمانان ادبی امروزی من را بشناسیم، حیف است نسبت به ایشان اینقدر ناسپاس باشیم. نویسنده را اگر تشویقش نکنند یکو دل سرد می شود، قلم را خرد و خاکشیر می کند، بیار و ولگرد می شود. لذا خواهشمندم به نام عواطف رقیقه، قارئین دانش پژوه معطل نشوند یک دقیقه، کتابهای این گمنام بزرگ را تهیه کنند، روح خود را از اعلاترین اغذیه تغذیه کنند. این مقاله در شماره بعد به طبع رسید. هر کس خوند از نادانی خودش خجالت کشید. فوراً رفت کتابهای آقای ماتمپور را خرید، با دقت خواند، اما خودمانیم چیزی نفهمید. گفت مطالبش حکمن خیلی عمیق و عالی است، اما اگر من نفهمم تقصیر نویسنده نیست. سه روز بعد با یک امضای عوضی دیگر مقاله‌ای درآمد در یک روزنامه مرکزی دیگر. باز همش تعریف از آقای ماتمپور، تأسف از اینکه چرا بیش از این نیست مشهور. در نتیجه مقداری دیگر از کتاب‌ها رفت فروش، زمزمه‌هایی را افتاد میان اشخاص باهوش. یکیشان مقاله‌ای بر ضد ماتمپور نوشت، گفت کتاب‌هاش بی‌معنی است و چرند و زشت.
مردم ریختند به کتابخانه ها تا ببینند این چیست که آقای باهوش میگه هست چرند. کتاب ها چون مورد توجه عموم شد، نیم ساعته چاپ اولش تموم شد. همون فرداش هم یک شاگرد مدرسه نوشت در اطراف بزرگان نباید کرد وسوسه. مغرضین و حسودان اگر به غرض چیزی نوشتند، خواهش داریم آقای ماتمپور دلسرد نشوند. چند ماهی گذشت، 5-6 سمسار و بنکدار هم نوشتند او هست نویسنده ای عالی مقدار. کتاب ها به چاپ نهم دهمش رسید، ماتمپور مشهور شد، به مراد دلش رسید. شما هم همین طور کنید، مجرب است، مشهور میشید، وگرنه هی جوش میخورید، آخرش هم بور میشید.